مامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 27 آذر ماه 18 دسامبر نگاهی داریم به استیون هاکینگ، خداوند پیش از آفرینش. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock. Keep going. I don't know how. Yet. Keep winding. Where's he? بخشی از فیلم تئوری همه چیز هست که این روزها در سینماهای آمریکا نمایش داده میشه، داستان زندگی استیون هاکینگ. او از هر گونه تحرک فیزیکی عاجز است. نمیتواند بلند شود و راه برود. دست و پاهایش را هم نمیتواند تکان بدهد یا حتی خم و راست شود. توانایی تکلم هم ندارد. اما آفرینش هستی را با مغزش به چالش کشیده است. استیفن هاکینگ، فیزیکدان بریتانیایی که برای کار بر روی تئوری زمان و فضا شهرتی جهانی پیدا کرد، از طریق کتاب‌های پرفروشش ایده هایش درباره سیاه‌چاله‌ها و جاذبه کوانتوم را برای طیف گسترده‌ای از عموم مردم قابل درک کرد. او معتقد است ورای دسترس ذهن بشر هیچ بعدی از واقعیت وجود ندارد. هاکینگ که 8 ژانویه 1942 همزمان با 300مین سالگرد درگذشت گالیله به دنیا آمد، بخش عمده‌ای از عمرش را از دوران دانشجویی به بعد به دلیل بیماری ALS بر روی صندلی چرخدار گذرانده است. او در 30 سال گذشته از طریق کامپیوتر ویژه‌ای که با گونه‌اش با آن کار می‌کند سخن می‌گوید. استیفن هاکینگ طی این سال‌ها استاد تمام ریاضیات دانشگاه کمبریج و مدیر پژوهش مرکز کیهانشناسی نظری همین دانشگاه بوده است. کرسی که بیش از 2 قرن پیش به اسحاق نیوتن کاشف قانون جاذبه تعلق داشت. او را اینشتین دوم لقب دادند، زیرا میکوشد تئوری معروف نسبیت را تکامل بخشد و از تلفیق آن با تئوری‌های کوانتومی فرمول واحد جدیدی ارائه دهد که توجیه کننده تمامی تحولات جهان هستی از ذرات ریز اتمی تا کهکشان‌های عظیم باشد. هاکینگ با محاسبات ریاضی وجود سیاه‌چاله‌ها را اثبات کرد و شکل‌گیری و تحول آنها را نشان داد. او به نتایجی هم درباره رابطه سیاه‌چاله‌ها با کیفیت وقوع انفجار بزرگ یا بیگ بنگ در آغاز پیدایش کیهان دست یافت که به عقیده صاحب نظران بنای فیزیک اختری و کیهان شناسی را در قرن آینده تشکیل خواهد داد. هاکینگ در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه دین به معجزه باور دارد اما چون این رخدادهایی با علم ناسازگارند، میگوید پیدایش جهان هستی نتیجه اعجاز و آفرینش به دست یک وجود برتر نیست. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا با هاکینگ موافقید که اعتقاد به بهشت و آخرت افسانه است برای آنها که از مرگ می‌هراسند؟ همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله را انتخاب کردن، موافقند با اونچه که استیفن هاکینگ میگه. اکثریت کاربران فیسبوک افق میتونید کماکان به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق مراجعه بکنید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به استیفن هاکینگ. Stephen Hawking, the world's smartest man. What are you doing here? If you are looking for trouble, you found it. شخصیت و زندگی استیف هاکینگ در سریال کارتونی سمسون ها به تصویر کشیده شد. او از اینکه خود و افکارش در مشهورترین سریال تلویزیونی آمریکا مطرح شده ابراز خوشنودی کرد. There was another, more exciting idea. The Big Bang Theory suggested that the universe had begun with a huge explosion. استیف هاکینگ در سخنرانی با نام آیا خدا نردبازی می‌کند، بار دیگر بر نظریه اینشتین مبنی بر انفجار بزرگ معروف به بیگ بنگ عامل پیدایی هستی تأکید کرد. استیف هاکینگ در گفتگو با گاردین: بهشت وجود ندارد. بهشت افسانه برای مردمی است که از مرگ می‌ترسند. Since
Since I believe there is no afterlife, I think it's important to realize we only have a very short time alive and should make the best of it. مستند هاکینگ بر اساس زندگی نامه استیو هاکینگ ساخته شد. هاکینگ در حاشیه نمایش این فیلم میگوید زندگی پس از مرگ افسانه است. اما زندگی جاودان با نمونه برداری مغز بر روی رایانه شدنی است. استیو هاکینگ در گفتگو با روزنامه اسپانیایی الموندو: پیش از آنکه بشر به دانش دست پیدا کند، باور به این که خدای جهان را آفریده طبیعی بوده، اما امروزه دانش دلایل قابل قبول تری را ارائه داده است. For me though, religion has no role to play in physics, so I wondered if the Big Bang could have happened on its own, without the need for a god to get it going. زمانی که مردم درباره آفرینش هستی به دست خدا میپرسند، من به آنها میگویم خود این پرسش بی‌معناست، چون زمان تا پیش از بیگ بنگ وجود نداشت. Hello. Hello. Science. Art. فیلم سینمایی نظریه همه چیز بر اساس زندگی استیو هاکینگ در چند رشته از جمله بهترین فیلم سال نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد. You will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک کارولینای شمالی، آقای دکتر علی نیری، عضو مرکز مطالعات کوانتوم و استاد فیزیک نظری دانشگاه چپمن کالیفرنیا، ایشون عضو فدراسیون دانشمندان آمریکایی هم هستند. در طول برنامه هم گفتگویی با آقای بهرام مشیری، پژوهشگر تاریخ، انجام دادیم که خواهید دید و شنید. آقای دکتر نیری، عکسی هستش که بینندگان الان خواهند دید، عکسی است که شما با استیون هاکینگ گرفتید اگر اشتباه نکنم، برمیگرده به سال 2006 در کمبریج، در یک کنفرانسی بوده که شما هم در اون دعوت شده بودید از سوی ایشون و دستیارانشون برای سخنرانی. چگونه شخصیتی است وقتی با ایشون برخورد کردید از نزدیک؟ حالا توصیفات زیادی از ایشون میشه، فیلم هم که این روز ازشون ساخته شده بر اساس داستانی که همسر اول ایشون در واقع این قصه رو اساسا نوشته، بر اساس اون کتاب هست. خود شما درکتون چه بود از این شخصیت، صرف نظر از دیدگاهش به اون میپردازم؟ اولا اجازه بدید که سلام ادبی داشته باشم نسبت به شما و بینندگان گرامی برنامه افق. بله، من چندین بار استیون هاکینگ رو از نزدیک دیدم و البته تنها باری که تونستم مستقیما باهاش صحبت کنم همون دفعه ایست که به دعوت ایشون و همکارشون نیل تیروک در کنفرانس کیهانشناسی مبنی بر نظریه ریسمان یا کیهانشناخت ریسمان پایه اسمش رو بذارم، به دانشگاه کمبریج و در واقع دپارتمان یا دانشکده ریاضی کاربردی و فیزیک نظری دعوت شده بودم و اونجا تونستم با هاکینگ به طور مستقیم صحبت بکنم. البته به نسبت سالهای قبل که من دیده بودمش، هاکینگ بسیار کنتر شده بود در پاسخ دادن، اما جالبه که هاکینگ در هر سن و سالی باشه به نظر من یک شوخ طبعی عجیبی داره و همیشه حتی در سخنرانی‌های علمیش هم به حال از یک شوخ طبعی خاص خودش برخورداره. شاید برای بینندگان ایرانی جالب باشه که بدون هاکینگ پیش از این که به این بیماری دچار بشه، سفری رو به ایران داشته، از ایران عبور کرده، به شهرهای مختلف رفته برای مسیری که به هندوستان میخواستن برن و خاطرات خیلی خوبی رو از ایران داشته و در زمان در واقع زلزله بوئین زهرا به نظرم در ایران بوده. نظر بسیار مثبتی رو نسبت به تمدن و فرهنگ ایران داره و به هر حال یک مرد استثنایی است. او هم قوانین فیزیک رو به چالش کشید و هم قوانین فیزیولوژی و بیولوژی انسان‌ها رو، کسی که قرار بود فقط 2 سال زندگی بکنه. بله، بحث این شد که در واقع حالا چگونه تغییر کرده بود، گفتید کنتر شده بود و این رو در
حضورهای متفاوتش میشد دید. و نکته جالب هم این هست که در طول این سالها همونطور که اشاره کردید تمام دنیا رو رفته با وجود این مشکلات فیزیکی که داشته. دیروز که صحبت میکردیم گفتید که یک ایمیلی هم رد و بدل کردید، آیا پاسخی ازشون گرفتید؟ در بله همین الان داشتم به ایمیلام نگاه میکردم، حالا من تصویر ایمیل رو سعی میکنم براتون بفرستم. بله پاسخی داشتم از ایشون. برصورت من ایشون رو اتفاقا برای دو سال بعد برای کنفرانس بین المللی که خود من برگزار کنندش هستم در زمینه کیهانشناسی دعوت کردم، که امیدوار هستم این اگر تا اون موقع ایشون باشن حتما یک برنامه هم داشته باشیم که بتونن ایرانی ها ارتباط مستقیم تری رو با ایشون داشته باشن. ولی من فقط خواستم یک تصحیحی رو انجام بدم که ایشون تا پیش از اینکه این ارتباطشون با دنیای خارج از طریق حرکت دادن گونه سمت راست صورتش باشه، قبلا با انگشت بله دو تا انگشت دارن دست راست، الان بله بنابراین یکی از دلایل کنتر شدنش این هست که پاسخ گفتنش با حرکت دادن گونهش انجام میشه. دقیقاً اون اوایل در واقع از دست راستش استفاده می‌کردم تو که شده فرمودید. بله. خیلی کوتاه در واقع ابتدا بخوام بحثم با دکتر کدیور دنبال بکنیم، اهمیت هاکینگ چه هست برای شمایی که برشی خودتون هم رشته هستید، بسیاری از تجربه مشترک رو داشتید، هاکینگ برای شما چه معنایی داره به لحاظ علمی و دیدگاه فلسفی که مطرح میکنه؟ یه فشرده خیلی کوتاه بگید بعد وارد جزئیات میشه. با کمال میل. البته میدونم که احتمالاً از جدید جهان خارج از جامعه فیزیکدانان هاکینگ به عنوان باهوشترین و معتبرترین فیزیکدان عصر حاضر مطرح هست، اما جالبه که بدونید از دید خود هاکینگ و بسیاری از همکاران او باهوشترین فیزیکدان در حال حاضر نیست، ولی به هر صورت بدون شک یکی از باهوشترین فیزیکدانان معاصر بوده. من فکر می‌کنم این از خوش اقبالی‌های نسل من بوده که تونستیم در زمانی به دنبال فیزیک بریم که استیون هاکینگ و امثال اون وجود داشتن. خودش هم در واقع با یه تواضع طنزآمیز هم توی گفتید جایی من دیدم میگفت که من نمیدونم شهرتم بیشتر مدیون این صندلی چرخدار هستم یا کارهایی که انجام دادم. البته کارهایی که هاکینگ انجام داده کار بسیار مهمیه. ما اولین کسی رو که میدونیم قدم بسیار بزرگی رو در تلفیق دو نظریه‌ای که ظاهرا در دشمنی با هم دیگه هستن، نظریه نسبیت عام اینشتین و نظریه فیزیک کوانتومی رو استیون هاکینگ برمی‌داره. یکی از معضلات فیزیکدانان نظری در حال حاضر همین هست که ما بتونیم نظریه نهایی رو که من ترجیح میدم به جای نظریه همه چیز که خیلی هم خوش آوا در فارسی نیست از نظریه فراگیر یا نگره فراگیر استفاده بکنیم، به این معنا فراگیر که بتونه با یک نظریه فیزیکی بتونیم تمام نیروهای بنیادین طبیعت رو توضیح بدیم، وگرنه هیچ فیزیکدانی هیچ وقت هیچ ادعایی نداره که بتونه نظریه‌ای بده که بتونه تمام چیزهایی که در عالم هست رو توضیح بده، و استیون هاکینگ هم همچین نظری رو نداشته. وقتی که در بین فیزیکدانان ما از تئوری آف اوریثینگ یا نگره فراگیر نام میبریم، منظورمون هست که به نگره‌ای برسیم، به نظریه‌ای برسیم که بتونه تمام نیروهای بنیادین طبیعت رو با همدیگه وحدت بده و بتونه سرآغاز عالم رو که احیاناً بیگ بنگ یا مهبانگ بوده رو توضیح بده. اهمیت کار هاکینگ از دو جهت هست. یکی خودش هم یه جایی در واقع در این مصاحبه میگه که اصطلاحاً فکر خدا رو در واقع بخوانیم. همینطوره. به دو دلیل اهمیت داره کارهای هاکینگ برای جامعه فیزیکدانان. یکی این هست که او نشان داد که برعکس اون چیزی که پیش از این فکر میکردیم، و البته خود هاکینگ هم نقش موثری داشت که فکر میکردیم سیاه‌چاله‌ها آخرین مرحله تحول ستارگان هستند و تا ابد خواهند بود، نشون داد که سیاه‌چاله‌ها ابدی نیستند. تلفیق نظریه نسبیت و نظریه کوانتومی در مورد سیاه‌چاله‌ها به ما میگه که سیاه‌چاله‌ها ابدی نیستند و دچار یک نوع تبخیر اصطلاحاً کوانتومی میشن که ما این روزها بهش میگیم تابش هاکینگ، و تا به امروز هم این تابش مشاهده نشده، و برای همین هم است که هاکینگ جایزه نوبلی دریافت نکرده، برای اینکه یکی از شرط‌های دریافت جایزه نوبل هست این هست که نظریه فیزیکی
بتونه تایید تجربی بشه که تا به حال این اتفاق نیفتاده. در واقع اگه من اشتباه نفهمیده باشم اون چیز به خاطر همین هم گفتن سیاه چاله ها رو سفید چاله ها اشتباه نکنیم همچین اسمی گذاشته بودن همچین با ارتباطی با هم بسته. البته مفهوم سفید چاله ها متفاوت از سیاه چاله هاست. به این معنا سیاه چاله ها دیگه ابدی نخواهند بود و نهایتاً تماما تبدیل به انرژی خواهند شد و عمر این سیاه چاله ها بستگی به جرم سیاه چاله ها داره. هر چقدر جرم کمتری داشته باشن عمر کوتاه‌تری دارن و برای یک سیاه چاله هایی که ما الان در کهکشانمون میبینیم دو سه برابر عمر کنونی عالم وقت لازم هست که اینها تبخیر کوانتومی بشن. اما در واقع مینی سیاه چاله ها، مینی بلک هولز، اینها در ابتدای آفرینش عالم در واقع دوچار این تبخیر کوانتومی شدن و باید اثراتش رو در اون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم تابش زمینه کیهانی ببینیم که تا به امروز البته ندیدیم. ولی کار دیگر مهم هاکینگ که میشه گفت به یک نوعی به چالش کشیدن یک آفریدگار بوده، مسئله شرایط بدون مرز هست. به این معنا که برای خلقت عالم، برای آفرینش عالم احتیاج به آفریدگاری نیست و اصطلاحاً اصطلاحی که هاکینگ استفاده میکنه آفرینش از هیچ چیز هست، که هیچ چیز البته برای فیزیکدان ها مفهومی داره، مفهوم خلع داره، اون خلع خلای کوانتومیه که در این مورد بسیاری از فیزیکدان ها هم با هاکینگ مخالفن. خود من و کسانی که من همکاران من فرض کنید ما در مورد نظریه‌ای داریم کار میکنیم که حتی زمان پیش از بیگ بنگ یا مه بانگ هم وجود داشته، اما هاکینگ برای این عقیده است که زمان با مهبانگ به وجود اومده. به هر حال این که یک رخدادی، یک رویدادی مثل مهبانگ بوده امروزه ما شکی نداریم. ما از یک ثانیه به بعد از اون رویداد رو تقریبا به طور دقیق میدونیم چه اتفاقاتی افتاده و شواهد تجربی بسیار خوبی هم داریم براش. اما جالبه که بدونید در همون یک ثانیه اول هست که تمام این پرسش ها بی جواب مونده. بله حتما بحث بسیار پیچیده و جذابی است و ظاهرا هاکینگ با معادلات ریاضی در واقع تونسته اونچه که شما اشاره کردید رو ثابت بکنه و این بحث هم حالا در موردش بهش میپردازیم که آیا زبان خلقت زبان ریاضی است، که این بحثی است که خیلی در موردش صحبت شد. آقای دکتر کردی و خیلی خوش آمدید به برنامه. همطور که صحبت شد یه بخشی از نگاه هاکینگ به لحاظ در واقع توجهش و تخصصش روی کیهانشناسی مطالعه بوده که با مفاهیم ماورا طبیعی اصطلاحاً نزدیک میشه. شما خودتون به عنوان یک استاد مطالعات دین، به عنوان یک برشک فیلسوف اهل فلسفه چطور نگاه میکنید به هاکینگ؟ و مهمتر از اون چه که الان صحبت شد این که قطعیتی که در نگاه هاکینگ هست نسبت به عدم وجود خدا برای شما چه معنایی داره؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر نیری و بینندگان محترم. هاکینگ برای من دو بعد داره، بعد علمی و فیزیکیش. همونطور که اشاره کردند ایشون یکی از بزرگترین فیزیکدانهای معاصر هست، برخی هم گفتند مهمترینشون. من به این بعد ایشون شدیداً احترام میگذارم. دستاوردهای ایشون در حوزه فیزیک بسیار مغتنم است و باید بهش افتخار کرد، به خصوص با مشکلات فیزیکی که ایشون داره به لحاظ بدنی. نابغه است و خودش یک معجزه است که کسی با این بدن بیمار اما با این مغز توانا توانسته باشه چنین تئوری‌های ارزنده فیزیکی رو به جهان بشریت ارائه کنه. اما بعد دوم تحلیل‌های فلسفی یا دینی هست که هاکینگ انجام داده. می‌دونید که این مطالب هم مال چند سال اخیره. هاکینگ اولین کتابی که نوشت 1988 بود درباره تاریخچه زمان، کتاب بسیار ارزنده هست. در اونجا انکار وجود خدا نکرده. اونجا گفته که اگر این عبارتی که به کار برده ترجمهش این میشه که اگر فیزیکدانان تئوری همه چیز را بیاموزند در این صورت ما ذهن خدا را خوانده ایم. خب این یکی فلواقع یک دورخیزی میکنه برای مسائلی که بعدن میخواد بهش بپردازه. در سال 2010
کتابی منتشر کرد به نام گراند دیزاین، به اصطلاح که وقتی انسان عنوان رو میبینه فکر میکنه درباره فی الواقع طراحی متعالی جهان هست، ولی که خب نفی اون هست. در اون کتاب ایشون برای نخستین بار حداقل در کتاب ایران هم به عنوان طرح بزرگ ترجمه شده. بله، طرح بزرگ به عنوان فی الواقع این مفهوم خدا رو به این شکل زیر سوال برد. اون جمله کلیدی که در این کتاب مشاهده میشه این هست که ما قانون جاذبه داریم، بنابر قانون جاذبه جهان خود را از هیچ خلق میکند. این فی الواقع کلیدی ترین عبارتی هست که توی این کتاب میشه گفت علیه خدا به کار رفته. چند پرسش اساسی ایشون در ابتدای کتاب مطرح کرده و بعد در فصل آخر همین کتاب، همین طرح بزرگ یا طرح متعالی، عملاً رسیده به این که علم نمیتواند به این پرسش ها پاسخ دهد. اون پرسش ها رو من اشاره میکنم چون دقیقاً همین بحث هایی است که همه ما، هر انسانی روزمره یا حداقل یک بار در زندگیش با اونها مواجه است. هاکینگ پرسیده، از جمله این پرسش هایی که ایشون مطرح کرده این هست که جهان را چگونه درک میکنیم؟ جهان چگونه رفتار میکند؟ طبیعت واقعیت و هستی چیست؟ این همه چیز از کجا آمدند؟ آیا جهان نیازمند خالق است؟ خب این پرسش هایی که مطرح کرده، غیر از پرسش دوم که یک پرسش علمی هست، پرسش فیزیکی هست، بقیه پرسش ها پرسش فلسفی است. خود هاکینگ توجه داشته که اینها لزوماً علمی نیست و میباید سراغ فلسفه رفت. چرا اون به عنوان یک فیزیکدان، به عنوان یک ساینتیست به اینها پاسخ داده؟ خودش اینگونه ذکر کرده که این نکته مهمیه. در صفحه 5 همین کتاب متن اصلیش میگه که فی الواقع این پرسش ها پرسش های فلسفی است، اما فلسفه نتوانسته است خود را با تحولات جدید علوم، یعنی همین فیزیک و دیگر علوم، همراه کند. فلسفه مرده است، این عبارتی که هاکینگ به کار میبره. و لذا امروز این ساینتیست ها، دانشمندان و به خصوص فیزیکدان ها هستند که بار فیلسوفان را در پاسخ به این سوال های مهم، سوال های فلسفی به دوش میکشند. این ابتدای کتاب هست. اما اگر از شما از من پرسید نظرت چی هست، قاعدتا من در مورد بحث علمیش استفاده کننده هستم و تحسین کننده. اما در مورد استنتاج های فلسفی هاکینگ، نه تنها من، افراد فراوانی بعد از بیان این نظریه هم کتاب نوشتن، نقد کردن، نقد های جدی فلسفی کردن. و میشه گفت که اگرچه هاکینگ الان به لحاظ علمی یک ستاره بیبدیل هست در دنیای فیزیک، اما تبیین‌های فلسفی و دینی که کرده ضعیف تشخیص میده، که من در همین برنامه به اختصار به اونها اشاره میکنم. در مورد همین جمله‌ای که الان از هاکینگ نقل کردم میشه پرسید که آیا شما آمدی قوانین طبیعت را، مشخصا قوانین فیزیکی را، به جای خدا نهاده ای؟ بسیار خوب، از یک سو در همین جمله کلیدی که اساس و اس اساس این کتاب فی الواقع طرح بزرگ رو، طرح متعالی رو تشکیل میده، با سه تناقض مواجه است. تناقض هم تناقض فلسفی است. یکی این که بالاخره هاکینگ با این که گفته است فلسفه مرده است، اما فلسفیده است، یعنی خودش یک پرسش فلسفی مطرح کرده. بیشک این قانون، قانون فیزیکی نیست، این بیان یک اصل فلسفی است، این که چیزی از عدم بخواهد ایجاد شود، باید فلسفه اون رو تجویز بکند. آیا امکان دارد؟ اگر در فلسفه این عدم امکانش اثبات شد، خودش این جمله مشکل زاست. ولی این رو شما تایید میکنید که صحبتتون قطع میکنم، ولی این رو تایید میکنید که فلسفه از علم عقب مانده؟ این نکته را که فلسفه حداقل در به اصطلاح، بله،
من بخشی از این رو قبول دارم که ما در برابر پیشرفت‌های جدید علمی اگه منصفانه بخوام صحبت بکنیم، فلسفه لااقل اون چیزی که هاکینگ از او خبر داشته چون این فلسفه در دسترسش نبوده. اگر ما بخوایم مفهوم خدا رو بر اساس آن چیزی که در دبستان‌ها و در دبیرستان‌ها و امثال هم یاد می‌گیریم یا در منابر و مجالس دینی فرا می‌گیریم همچون مفهوم خدای رو رد بکنیم، من مشکلی با هاکینگ ندارم. اما مفهوم خدا اون نیست که ابراز کرده. اون تناقض اصلی که در ادعای اصلی کتاب هاکینگ به چشم می‌خوره اینه که ایشون میگه که اول جهان از ناتینگ، از هیچ چیز، از عدم ایجاد شده، از اون سو میگه که از قانون جاذبه. خب سوال میکنیم قانون جاذبه چیزی هست یا این هم چیزی نیست، معدوم است یا موجود است؟ خب اگر موجود است، پس خود هاکینگ پذیرفته که جهان از هیچ چیز و چیزی خلق شده است و اون چیز چیست؟ قانون جاذبه. اون وقت سوال میکنیم خب قانون جاذبه چجوری ایجاد شده است؟ خود به خود ایجاد شده است؟ آیا بیگ بنگ و فی الواقع انفجار بزرگ باعث ایجاد قانون جاذبه شده است؟ اصولا قانون میتواند علت باشد، قانون میتواند خالق باشد، یا قانون حد اکثر کشف از یک واقعیت در طبیعت و هستی میکند؟ بله. این نکاتی است که تو خود همین فی الواقع مدعای اصلی هاکینگ به نظر میرسه. و اون مفهوم خدا که واقعا چیز بسیار مهمی هست، ببینید در تمام کتاب هاکینگ و شهرت هاکینگ بیش از اون که حالا در عالم فیزیک، همونطوری که اشاره کرد آقای دکتر نیری، ایشون بالاخره کشفیات مهم فیزیکی انجام داده، اما شهرت عمومیش برمیگرده به این که جزء فیزیکدان‌هایی است که کتاب به زبانی نوشت که مردم بفهمند و الان این مطلب رو وارد فرهنگ عمومی کرده. مفهوم خدایی که من توی کتاب‌های آقای هاکینگ می‌بینم، توی کتاب خاصش، همین به اصطلاح طرح متعالی یا طرح بزرگ، فی الواقع God of Gaps، خدای رخنه‌ها. و این دقیقاً همون چیزیه که ما توی فلسفه‌مون اون رو نفی می‌کنیم. وقتی ما قائل باشیم که خدا فقط در رخنه‌هایی وجود دارد که علم در اونجا حرفی برای گفتن نداشته، نتیجه منطقیش این میشه هر چه علم بیشتر پیشرفت کند، خدا بیشتر عقب نشینی می کند. و چنین هم شده است. حالا من تو نوبت بعدی سخنم درباره خدای فلسفه و دین و خدایی که هاکینگ اون رو نفی می کنه مقایسه خواهم کرد. حتما. اتفاقا در همین ارتباط از آقای بهرام مشیری سوال کردیم. ایشون یک مرور تاریخی داره به اینکه آیا برای توضیح جهان هستی ما نیازمند به یک آفریدگار هستیم؟ و دانشمندان در این حوزه که اشاره کردید چه نقشی بازی کردن؟ صحبت آقای مشیری رو با هم بشنویم. در علم منطق یک مغالطه‌ای هست به نام God of Gap. God of Gap یعنی خداوند شکاف. و این کنایه از این هست که هرچه جهل انسان بیشتر باشد، خدای او بزرگتر است. و در روزگار قدیم همه ی حوادث رو به خدا نسبت میدادن، بیماری ها، رعد و برق، سیل، طوفان، اینها. بنابراین این گپ خیلی خیلی گسترده بود تا اینکه رفته 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 که انسان در واقع کشف ها کرد و بعد از 2000 سال تقریبا تسلط کلیسا همه چیز بسته بود، ناگهان اتفاقات غریب افتاد، شگفت انگیز. کوپرنیک آمد و نخستین ضربه رو بر خود این موجودیت خدا وارد آورد با نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی. حالا چرا اون مورد مؤاخذه قرار نگرفت؟ چون فقط نظریه بود و کلیسا اینها بر این شدن که او که نمیتواند به اثبات برساند، بگذارید آثارش رو چاپ کند. و بعد کپلر پیدا شد و گالیله. کپلر اون سه قانون رو نوشت و گالیله و کپلر که همزمان بودن، و یک نامه ای هست از گالیله به کپلر که دوست عزیز وقتی ما به دنیا می نگریم این صفحات کتاب طبیعت رو می بینیم که برای فهم و توضیح اون به یک زبان خاصی نوشته شده است و اون زبان زبان ریاضی است. این توضیح گالیله هست. در واقع به تعریض می گوید در کتاب هایی که تا حالا ما خوانده ایم به زبان های مختلف که مقصودش کتاب‌های دینی بوده است، ما چیزی نخواهیم فهمید. گالیله آمد و به اثبات رساند در واقع، یعنی نظرات کپلر و
نظرات کوپرنیک رو با دوربینی که ساخته بود و این عقیده رو هم باطل کرد که همه چیز برگرد زمین میچرخد با نشان دادن ماهایی که برگرد جوپیتر میچرخیدن. بنابراین این قضیه یک تأثیر فوق‌العاده در ذهنیت فلسفی اروپایان گذاشت که اگر امری به این درجه از اهمیت غلط بوده، پس موضوع خدا هم مورد تردید قرار گرفت. و در روز پنجم جولای سال 1687 یک واقعه بسیار عظیمی در تاریخ بشر اتفاق افتاد و اون چاپ کتاب پرینکیپیا ماتماتیکا بود توسط نیوتن که جهان هستی و جهان مادی رو در حرکت و سکون توضیح داد و این قوانین نیوتن بود که انقلاب سرعتی رو باعث شد. خود اون میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری رو ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم، مقصودش کپلر بود و گالیله. بنابراین ابزاری که انسان به دست آورد توانست جهان رو توضیح بدهد. و این سوالی که کردید دقیقا ما میتوانیم از لاپلاس نقل قول کنیم که در حضور ناپلئون مشغول توضیح تئوری صحابی خودش بود که این منظومه شمسی یک توده ابری حجیمی بوده است، حرکت دورانی داشته و این اجرام به صورت لایه لایه از اون جدا شدن و به دین وحش آمده است. بعد ناپلئون میگوید که شما نامی از خدا نبردید. میگوید ما برای توضیح عالم هستی نیازمند خدا نیستیم. این مستقیما سخن کپلر هست. آقای دکتر نیری، شنیدید صحبت های مشیجی رو؟ در واقع نقد هایی هم که آقای دکتر کدیور گفتن، تناقض هایی که مطرح کردن رو اگر پاسخی دارید بهش بشنویم. بله حتما. البته فکر میکنم آقای مهندس مشیری آخر اسم کپلر رو بردن ولی منظورشون همون لاپلاس بود، چون داشتن اشاره به کتاب لاپلاس میکردن که گفتن در این کتاب من فرضیه‌ای به اسم خدا وجود نداره. من در پاسخ به آقای دکتر کدیور میخواستم از ایشون اول یک پرسشی رو بکنم، اینکه تعریف خدا اساساً چی هست؟ ما خداهای متفاوتی رو میتونیم تعریف بکنیم و آیا اگر که خدا منظور کسی است که قادر مطلق، دانای مطلق، خیر مطلق، از رگ گردن نزدیکتره، میتونه قوانین طبیعت رو با معجزاتی که رخ میده عوض بکنه، این کاملا با علم در مغایرته. بنابراین ما میتونیم تعریف های متفاوتی از خدا داشته باشیم و اینکه هاکینگ و بسیاری از فیزیکدانان به خصوص کیهانشناسان مسئله خدا رو به چالش میکشن، خدایی است که اینگونه به خصوص در ادیان ابراهیمی تعریف میشه. بنابراین برای من مهم هست که ببینم تعریفی که آقای دکتر میدن، آقای دکتر کدیور میدن از تعریف خدا چه است. مسئله این است که شاید در درستی آقای دکتر کدیور اشاره کردن که یکی از خصوصیات خاص دیگر و ویژه دیگر هاکینگ این هست که مسائل این توانایی رو داره که مسائل بسیار پیچیده علمی رو به زبان ساده بنگاره و کتاب‌هایی رو که منتشر کرده، یعنی الان همون کتاب تاریخچه مختصر عالم که پرفروش‌ترین کتاب عامه فهم علمی در تاریخ بشر بوده. ما چنین سابقه‌ای رو نداشتیم. اما باز هم تکرار می‌کنم، حرف هاکینگ از سال 1974 به بعد همین بوده که برای آفرینش عالم احتیاج به آفریننده نیست، برای اینکه در معادلات ما خداوند نقشی نداره. در هیچ کدوم از تمام ژورنال‌های معتبر علمی که شما بدید، سمینارهای معتبری که در تمام دانشکده‌های فیزیک و شیمی و ریاضی برگزار میشه، کسی از نقش خداوند در طبیعت صحبت نمی کنه به عنوان یک پارامتر جدید، به عنوان یک معادله جدید بخواد راجبش صحبت کنه. نکته که آقای کدیور عنوان کردن، حالا دو سه مورد خلاصش کردن، امیدوارم من چیزی از قبل نگه که مطرح کردن که حالا فلسفه مرده است، اون بحثی که حاکم مطرح میکنه. شون گفتن خود این پرسش فلسفی، گفتن مثلا فلسفیده است، یعنی فلسفه حالا کماکان وجود داره. بحث قانون جاذبه رو مطرح کردن که میشه تصور کرد که قانون خودش خالق باشه و که
بیگ بنگ و اون انفجار بزرگ اون چیزی که شما مهبان ازش اسم می‌برید، این همین گونه اتفاق افتاده بدون اینکه تصور بکنیم که بخیر نقطه آغازی یا پیش از اون چیزی وجود داشته. خیلی کوتاه پاسخ این پرسش. بله اتفاقا قصد داشتم در مرحله بعد به همین مسئله جواب بدم. ببینید قوانین فیزیک ما هنوز واقعا این یک سوال بازه، آیا قوانین با مهبانگ یعنی پس از مهبانگ به وجود اومدن یا قوانین بودن که مهبانگ یا بیگ بنگ یا این یونیورس یعنی عالم رو به وجود آوردن؟ این پرسش بازی است هم اکنون. و اینکه آفرینش گفتن که آقای دکتر واژه فلسفیدن رو برای هاکینگ استفاده کردن، ما الان در کیهانشناسی در جایی قرار گرفتیم که دقیقاً داریم تلاش می‌کنیم پاسخ ریاضی، شما این پرسش رو کردین، زبان طبیعت، زبانی رو که به نظر میاد ما انسان‌ها به عنوان موجودات روی این سیاره برای طبیعت پیدا کردیم، ریاضیاته. ما در کیهانشناسی داریم تلاش می‌کنیم که سوال‌هایی که پیش از این در حوزه فلسفه بوده رو به زبان ریاضی پاسخ بدیم. حالا اینکه آیا عالم از یک خلأ کوانتومی در واقع، نه از گرانش، گرانش محصول اون به اصطلاح نقب کوانتومی یا کوانتوم تانلینگی هست که از اون خلأ یا عدم که حالا خود اونم تاریخچه مفصلی داره که ما این هیچ چیز رو در طول تاریخ چجوری بهش نگاه میکنیم و امروزه چه برداشتی از این هیچ چیز یا عدم داریم که حالا بهش ما میگیم خلأ کوانتومی، در واقع این آفرینش از اونجاست و توسط این قوانین فیزیک کوانتومی. اگر قائل باشیم که در واقع عالم ابتدایی داشته، برای اینکه گفتم ما فرض کنید در نظریه ریسمان ها مدل های پیش از مهبانگ رو داریم، مدل هایی رو داریم که داریم فکر میکنیم که حتی پیش از مهبانگ عالم دیگری وجود داشته، شاید اصلا عالم ازلی و ابدی باشه، در این صورت اصلا نقطه آغازی براش نخواهد بود. و این مسئله ای است که همچنان یکی از مباحثی است که در بین فیزیکدانان حل نشده. اما به نظر من از حوزه فلسفی هم دیگه، یعنی اینطوری بگم، از اینکه کاملا در حوزه فلسفه قرار بگیره خارج شده، مثل بسیاری از چیزهای دیگری که قبلا در حوزه فلسفه بود و به کمک فیزیک از حوزه فلسفه بیرون اومده، بسیاری از مسائل طبیعی، چنان که فیزیک تا قبل از نیوتن هم جزء شاخه ای از فلسفه بود، فلسفه طبیعی بهش میگفتن. برای اینکه من روشن بشه میخوام خیلی کوتاه بفرمایید که چون گفتشن که مطرح کردن، در اون چیزی که شما الان صحبت میکنید شما در واقع قانون رو جای خدا میگذارید. خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید بله دقیقاً من میخوام بگم آقای دکتر گفتن که چطور میتونن قوانین خود به خودی مثلا عالم رو به وجود بیان، یا این قوانین چطور خود به خود به وجود میان. من میتونم همین پرسش رو در مورد خداوند بکنم. ما حداقل در مورد خداوند که قائل به وجود قائم به ذات بودنشون هستیم و وجود خود به خودیشون هستیم، این پرسش رو مطرح نمی کنیم. برای ما این رو علی‌السویه در نظر می گیریم. اما در مورد قوانین طبیعت، در مورد خود عالم، به یک باره با تمام این که در پشت این یکی بسیاری از منطقهای علمی و ریاضی وجود داره، پرسش می گذاریم که چطور اینا خود به خود شدن. در مورد خود خداوند چطور، خداوندی که به هر حال به این شکل داره تعریف میشه، چون ما از نظر علمی، من این رو باید بگم، ما از نظر علمی یک نوع خدایی میتونیم تعریف کنیم که اصطلاحا خدای برهم کنش نکننده است، یعنی خدایی که عالمی رو بر اساس قوانینی آفریده و دیگه کاری به اون عالم نداره و بر اساس اون قوانین گذاشته که این عالم به هر ترتیبی که میخواد تحول پیدا بکنه و به اینجا برسونه. در این صورت چنین خدایی رو نمیشه اثبات علمیش کرد، نمیشه نفیش کرد به لحاظ علمی. این به نظر من برای همین هست که برای من بسیار مهمه که ببینیم اصلا تعریف ما از خدا چه هست. بله. و بعد اون موقع بتونیم راجع به بود یا نبودش یک صحبت علمی داشته باشیم. حتما. قبل از اینکه پاسخ آقای کدیور رو بشنویم، می‌خوام بخش دیگری از صحبت آقای مشیری رو بشنویم. ایشون در مورد تاثیر آرای فلاسفه بر مسئله مقوله خدا و دین توضیح میدن. فیلسوفان آمدن، آدم های مثل اسپینوزا، اشتراس، رنان، اینها و هابز، اینها آمدن به کل یعنی معجزات مسیح رو و مسئله نبوت رو رد کردن و در واقع دست مذهب خالی ماند. چیزی که در دست او مانده بود در واقع خلقت انسان بود که اشرف مخلوقات است و اینها.
این هم با آمدن زیست شناسان انگلیسی که بزرگترین آنها چارلز داروین بود و موضوع تکامل، این هم از دست خدا بیرون رفت. بنابراین این گپی که عرض کردم، مغلطه گاداب گپ، رفته رفته بسته شد. تنها چیزی که در دستشون باقی ماند نظم طبیعت بود، که طبیعتی که دارای چنین نظمی است نمیتواند خدایی داشته باشد. من اینا رو خیلی مختصر عرض میکنم و نمیتواند طبیعتی داشته. این است که اون هم با پیدایش اصل عدم قطعیت آقای ورنر هایزنبرگ، دانشمند بزرگ آلمانی، اون هم از میان رفت. هایزنبرگ نشان داد که یک دستگاه فیزیکی رو ما از امروزش آیندهش رو نمیتوانیم پیش بینی بکنیم، یعنی نمیتوانیم قطعا بگوییم که نظمی هست و پایدار هست، هر آن ممکن است یک اتفاق بیفتد و کل جهان دگرگون شود. این است که به این مرحله که رسیدیم. در واقع وقتی این آقای هایزنبرگ وارد مجلسی میشد، این را آقای ادوارد تلر که شاگرد مستقیم هایزنبرگ است میگوید هر موقع این مرد بزرگ وارد میشد، همه به شوخی میگویند این اون کسی است که خدا را به مرخصی فرستاده است. بنابراین در دست این خدا باوران در موضوع خدا چیزی نماند. روانشناس ها این داستان را آنتروپومورفیک گفتند. آنتروپومورفیک یعنی نسبت دادن صفات انسان به خدا. وقتی میگوییم خداوند علیم است و قدیر است و بصیر است و اینها در واقع صفات انسانی است. و امروز که سهل است، قریب 300 سال یا 400 سال پیش از عرض میکنم میلاد مسیح، یک فیلسوف عرض کنم یونانی آمد گفت اگر اسب‌ها نقاش بودند یا اگر فیل‌ها نقاش بودند، فیل‌ها خدا رو به شکل فیل و اسب‌ها به شکل اسب می‌کشیدند. این همون آنتروپومورفیسم است که روانشناسان امروز در باب خدا میگن، یعنی انسان خدا رو خلق کرده و صفات خودش رو به او متصف کرده. و در باب توضیح جهان هستی ما چند نظریه داریم که نیوتن هست و کوانتوم فیزیکس هست، این و نسبیت. بنابراین تا به امروز اون چه به دست آمده است که میتوان با اون جهان هستی رو کاملا توضیح داد بدون نقص و بدون عیب، این سه نظریه علمی آقای اسحاق نیوتن، همون پرینکیپی یا ماتماتیکا خدمت رو عرض کردم، و کوانتوم فیزیکس که بنیانگذارش همین آقای هایزنبرگ هست، و تئوری نسبیت. بنابراین ما امروز در اون روز، در روزگار ناپلئون، لاپلاس میگوید ما نیازمند خدا نیستیم برای توضیح جهان هستی. در اون روز عرض میکنم که نه نسبیتی کشف شده بود نه کوانتوم فیزیکس. امروز ما هم کوانتوم رو در اختیار داریم و هم نسبیت رو و هم قوانین نیوتن رو، و می توانیم جهان هستی رو بدون عرض کنم که بدون خداوند توضیح بدهیم و تفسیر کنیم. و در حقیقت همه چیز معلوم شده است، چیز نامعلومی نیست. تا لحظه بیگ بنگ در همون یک میلیونیم ثانیه بعد از بیگ بنگ همه چیز بشر توانسته است توضیح بده. آقای دکتر کردی و میدونم که مطلب زیاد هست، من میخوام فقط برای اینکه بحث روشن بشه که اون خدای ادیان ابراهیمی رو در چنین بحثی، در چنین فضایی در واقع شما چگونه توضیح میدید؟ آقای هاکینگ هم اشاره کردم اینجا گفته که دین به معجزه باور دارد اما چنین رخدادهایی با علم ناسازگارند. پیدایش جهان هستی نتیجه اعجاز و آفرینش به دست یک وجود برتر نیست. بله، امیدوارم شما وقت کافی به من بدید. دو تا بیان فلواقع در نفی وجود خدا ذکر شد، همون مقدار وقت هم من داشته باشم. نکات خیلی خوبی مطرح شد. ببینید، نکاتی که های دکتر نیری اشاره کردند به درستی تبیین فلواقع دیدگاه هاکینگ هست. این دیدگاه رو ما به لحاظ فلسفی ساینتیسم ذکر میکنیم، عنوانش میکنیم، یعنی علمگرایی، یعنی کسانی که فکر میکنند با یافته های علوم تجربی میتوانند همه پرسش های انسانی رو پاسخ بدهند، اهم از پرسش های فلسفی، دینی و غیر فلسفی و غیر دینی. فیزیک و دیگر علوم تجربی پاسخگوی همه مسائل انسانی است. سالهایی هم که در کتاب هاکینگ مطرح شده، همون کتاب طرح بزرگش، همین نکته رو ذکر میکنه.
اما من اجازه بدید صحبتم رو با نقل قول از یکی از برندگان جایزه نوبل که در فلواقع دانشش نسبت به علوم تجربی تردیدی نیست شروع میکنم و همون پرسش هایی که هاکینگ مطرح کرده رو ایشون فلواقع با جواب دیگری بهش پرداخته. عرض من این است، بالا با چند تا نقل قول میخوام این رو ذکر بکنم، این که هر دو طرف هم خدا باوران هم خدا ناباوران عالمانی هست، عالمان تجربی هستند. این گونه نیست، درست نیست ما بگیم که علم صرفاً خدا ناباوری را تایید میکند. من موارد متعددی رو از خالقان علوم تجربی در دو سه قرن اخیر و قرن بیستم ذکر میکنم که اینها هم یا در رده هاکینگ یا قوی تر از بالاتر از هاکینگ در علوم تجربی هستند، اما اونها به خداوند باور دارند. یکی از اینها سر پیتر میدوار هست که ایشون برنده جایزه نوبل در 1960 بوده، دو کتاب نوشته که فکر میکنم برای هر کسی که به ساینتیسم قائله خوبه که این دو کتاب رو مطالعه کنه. کتابی که ایشون در سال 1979 منتشر کرده، The Advice to Younger Scientists، به اصطلاح نصیحت به دانشمندان جوانتر. کتاب دیگری در سال 1984 همین جایزه برنده جایزه نوبل منتشر کرده به نام The Limits of Science، به اصطلاح مرزهای دانش. چکیده این دو کتاب این است که پرسش‌های از این قبیل که چگونه همه چیز آغاز شد، برای چه ما زنده هستیم، هدف زندگی چیست، میگه اینها پاسخش از ناحیه علوم تجربی بر نمی آید. همون پاسخ‌هایی که هاکینگ به اونها داده، ایشون البته قبل از هاکینگ، قبل از ابتدای کار هاکینگ اینها رو نوشته، میگه اینها رو نمیشه از علم فلواقع انتظار داشت. عالم دیگری اتفاقا فیزیکدان هست، حتما آقای دکتر نیریشون رو میشناسن، فرانسیس کالینز، فرد بسیار مشهوری است. اونم میگه که علم از دادن پاسخ به این سه پرسش اساسی عاجز است. اون سه پرسش چیه؟ همون پرسش هایی که هاکینگ مطرح کرده. چرا جهان موجود شده است؟ معنای زندگی چیست؟ و آیا عالم پس از مرگ وجود دارد یا نه؟ خب، حالا با این بیان، یک بیان من از اینشتین ذکر میکنم که یکی از پایه‌های فلواقع تئوری مهم هاکینگ هست. اینشتین در 1930 دو تا چیز رو با هم مقایسه کرده، بسیار ارزنده، بسیار جالب. میگه که ما میتوانیم از پایه‌های اخلاقی علم سخن بگوییم، اما از پایه‌های علمی یعنی ساینتیفیک اخلاق نمیتوانیم سخن بگیم. هر گونه کوشش برای فروکاهش اخلاق به علم مردود است. این فلواقع بیان یک فیزیکدانی که قطعا از هاکینگ برتر هست، این که ما نباید از همه چیز رو به اصطلاح از زاویه ساینتیفیک نگاه بکنیم. حالا با این نکات من میتونم این نکته رو عرض بکنم. آقای دکتر نیری نکته درستی رو اشاره کردن که امروز علم به بسیاری از پرسش‌های گذشته فلسفی پاسخ میده. این مشکلی نیست، هر کسی میتونه پاسخ بده، اما عرض من اینه پرسش‌هایی که ماهیت فلسفی دارند، پاسخ‌های ساینتیفیک و علمی به اونها نه تنها پاسخ است، نه بهترین پاسخ، پاسخی است در کنار پاسخ‌های دیگر فلسفی که میباید مورد ارزیابی فلسفی قرار بگیرن و در ارزیابی فلسفی نوعاً مردود میشن. آنچنان که نحوه پاسخ فلسفی هاکینگ به این پرسش ها رو من مردود میدونم. دکتر، در مورد مفهوم خدا پرسیدم. باز میخوام یه نکته قبل از اینکه خیلی کوتاه بفرمایید که اعتقاد دارید که در فیزیک، چون الان صحبت بر سر این هست که ما داریم از علم فیزیک صحبت میکنیم، گفتن زبان ریاضی، اعتقاد دارید که دین در اونجا جایی برای ورود داره یا اصلا اونجا حوزه ورود دین نیست به نظر شما؟ خیلی کوتاه بفرمایید که بعد بحث خدا رو توضیح بدید. بله، اینم سوال مهمی است و ایشون هم اشاره کردند که در فلواقع فیزیکدان‌ها و دیگر عالمان تجربی در فرمول‌های خودشون هرگز مفهوم خدا رو ذکر نکردند. حرف درستیه، مثل همون که ما زیر فلواقع در زیر میکروسکوپمون خدا رو نمی‌بینیم، یا اینکه توی قوانین فیزیکی هم به خدا احتیاج نداریم، دلیل تردیدی نیست، چون شما دارید جهان مادی رو تبیین می‌کنید. در تبیین جهان مادی تبیین علمی و تبیین فیزیکی می‌کنید. پای خدا جای زمانی به میان می آید که شما از علت صحبت می کنید و از بحث فلواقع نگاه متافیزیکی به مسئله می کنید، نگاه فلسفی به مسئله می کنید. اگر در فیزیک یا شیمی یا زیست شناسی ما بحثی از خدا نمی کنیم،
معنایش این نیست که منکر خدا هستیم یا فیزیکدان یا شیمیدان یا زیست شناس منکر خداست الزاماً. این انکار یا پذیرش وجود خدا بحث فلسفی است. حالا میخواهد از زبان یک ساینتیست خارج شده باشد یا از زبان غیر او، ماهیت بحث بحث فلسفی است. اما بحث مفهوم خدا، ببینید تو همین بحث چند دقیقه ما به دو مفهوم حداقل اشاره شد. یکی خدا به عنوان رخنه پوش، یعنی هر جا شکاف و رخنه ای ایجاد شده است که در گذشته نوعا اینها رو به خدا نسبت می دادن، از بیماری ها بگیرید، از آن چیزی که الان عنوانش معجزه گذاشتند، به اصطلاح هیچ کدامش رو از تابع قوانین علمی نمی دانستند. خدای رخنه پوش ادیان ابراهیمی حداقل در برداشت صحیح تر از متون دینی اونها چون این خدای پذیرفته نیست. خدا بسیار متعالی تر از خدای رخنه پوش است. اگر قرار باشد خدا صرفاً با این مفهومی که مشکلات طبیعی هر جا پیش آمد ما این رو به دامان خدا بیاندازیم، من هم با شما موافق هستم، منم با آقای دکتر نیری با هاکینگ موافق هستم، چون این خدای جای بحث کردن داره، جای نقد کردن داره. مفهوم دومی که باز اشاره شد خدای ساعت سازه، که انه خدا مثل یک انسان اومده ساعت رو کوک کرده و بعدم رفته خوابیده. ساعت بدون خدا هم به اصطلاح بدون اون فرد هم کار میکنه، الان هم نیازی به خدا ندارد. خدای ساعت ساز هم خدای پذیرفته حداقل در خدای قرآن نیست. از چه خدای من میخوام صحبت بکنم؟ یا ادیان ابراهیمی به خصوص اسلام کدام خدا رو مطرح میکنه؟ این بیانی که از خدا میخوام ذکر بکنم در کتابهای متکلمین به نحو ضعیفتری و در کتابهای فلاسفه و عرفا به نحو قویتری مطرح شده است و اون این است که جهان، هستی، وجود در شراشر اجزایش، در همه ابعادش به خداوند نیاز دارد، نه فقط در حدوث، نه فقط در ادامه و حرکت و امثاله. اصولاً وجود، وجود ممکن است، وجودی است که نیاز به علت دارد، نیاز به مافوق خود دارد، نیاز به کسی دارد که از او هستی گرفته باشد. این که در مورد خدا، در مورد قانون طبیعت من مطرح میکنم که این قانون وجود خودش را از چه گرفته است، چون نه شما، نه هاکینگ، نه دیگران نمیگن قانون جاذبه ضروری الوجود است، یعنی وجودش ضروری است. این قانون هم قانونی است کشف شده است. اما در مورد خدا، بله، اصل مفهومش این است، ضروری الوجود، یعنی چیزی که وجود برایش ضرورت دارد، امکان ندارد که ما وجود رو از او بگیریم. لذا همچو سوالی در مورد خدا نمی آید. اما در مورد هر چیزی غیر خدا، هم از قانون طبیعت و غیر او، این مسئله جاری می شود. نکته دیگری عرض بکنم بسیار مهمه تو بحث ما و اون این که اصلا اگر ما به این نکته فلسفی، بله قرارمون این شد که وقت مساوی باشه، بله، این نکته فلسفی اشاره شود، مسئله به شکل کلی حل میشه. و اون این که آقای دکتر نیری هم به حق اشاره کردن، این که زمان آیا قبل از مثلا انفجار بزرگ زمانی بوده یا نبوده. فلاسفه ما بسیار زودتر از فی‌الواقع نیوتن و کپلر و کوپرنیک و دیگران به این نکته بسیار مهم اشاره داشتن و اون که بین سه مفهوم تلازم برقرار است: ماده، حرکت و زمان. معناش چیه؟ یعنی هر جا ماده باشد حرکت با اوست، هر جا حرکت باشد زمان هست. یعنی اگر جایی ماده یا حرکت نباشد زمان هم نیست. بنابراین ماده یا حرکت اول زمانی ندارد که کسی بخواد به دنبال زمان بگرد. مشکل اساسی هاکینگ تو کتاب اولش همینه که فکر کرده چون این مطلب، یعنی زمانی که زمان نباشد به لحاظ فلسفی تناقض دارد. همیشه زمان بوده است، اما همیشه زمان زمان بوده است، در هر زمان زمان بوده است، زمان بوده است. ببینید اینا بحث فلسفی است، اینا بحث فیزیکی نیست. بنابراین شما اثبات بکنید که در انفجار بزرگ فرض بکنید زمان بوده است، بسیار خوب. من به عنوان فیلسوف هرگز منکر این نیستم که قبل از او به دنبال زمان بگردم، چون زمان و ماده با هم تلازم دارند. ضمناً هم گالیله، هم کپلر، هم کوپرنیک، هم نیوتن، همه اینها گفتند این قوانینی که ما کشف کرده ایم کار خداست.
هاکینگ که آمده میگه که نخیر، این قوانین کار خدا نیست، این قوانین خود خالق هستند، که من هنوز پرسش برام مطرحه که قانون چگونه میتواند فاعل باشد. آقای دکتر نگیری، من دیگه تکرار نمیکنم، حتما میدونم پاسخ دارید، بفرمایید. بله، اولا ممنونم از آقای دکتر. پاسخ که من میخواستم این بود که آیا به هر حال قائل هستن به اینکه خداوندی که ایشون در ادیان اومده قائل به این هستن که این خداوند میتونه معجزه بکنه یا نه؟ و اگر قائل به این هستن و اونچنان که در همه کتب مقدس اومده، در واقع خداوندی وجود داره، آفریدگاری وجود داره که میتونه قوانین طبیعت رو نقض بکنه، ما تا به حال همچین اثری رو ندیدیم. این چیزی بود که من دوست دارم که آقای دکتر جواب بدن. در این که من فقط میخوام کوتاه بگم، گفتن که در بین دانشمندان علوم طبیعی خدا باور هم هستن، حتما همینطوره، حتما هستن، ولی اگر شما به درصدها نگاه کنین چیز دیگه ای رو میگه. بر اساس آماری که در سال 2005 در آمریکا گرفته شده بود، حداقل در آمریکا که میشه این کار رو انجام داد، 95% زیستشناسان خدا ناباورن، 77% فیزیکدانان خدا ناباورن، 65% شیمیدانا و 44% ریاضیدانان. علت اینم به نظر من این هست که بستگی داره شما چقدر سعی بکنید با مسائل بنیادین طبیعت سر و کار داشته باشین. وقتی صحبت از خدا ناباوری میکنید، در واقع اشارتون به این بحث نگاه به در واقع خدای ادیان ابراهیمی است؟ بیشتر اونه. ببینید، بیشتر از همه بله به خدای ادیان کتب مقدس برمیگرده، خدایی که قادر مطلق هست، خدایی معجزه‌گر. در ضمن یک مسئله ای که به نظر من یک مغلطه ای که وجود داره در مورد نظم طبیعت هست، اتفاقا عالم به سمت بی‌نظمی میره، تمام سیستم های فیزیکی و فیزیکای طبیعی به سمت بی‌نظمی میرن. منتها دوستان بی‌نظمی رو با بی‌قانونی یکی میگیرن. وقتی که ما میگیم یک سیستمی داره به سمت بی‌نظمی میره یا عالم داره بی‌نظم‌تر میشه، این به این معنی نیست که درش قانونی وجود نداره. همه ماها حاصل این بی‌نظمی هستیم. اگر بی‌نظمی وجود نمی‌داشت، اصلاً حیات بر روی کره زمین به وجود نمی‌آمد. اگر همه چیز قرار بود منظم باشه و با اون نظم اولیه‌ای که در عالم به وجود اومده بود، اصلا امکان به وجود آمدن این کهکشان ها و که بعد درونش ستاره‌ای به وجود بیاد و بتونه سیاره‌ای به وجود بیاد که بعد بتونه شرایط حیات رو بر خودش به وجود بیاره، اصلا پیش نمی آمد. در این حال من میخوام این نکته رو بگم که ما یکی از پیشرفت‌های بزرگ علمیمون رو، چون اسم از چند نفر آوردن از جمله فرانسیس کالینز که ایشون البته زیستشناس هستن نه فیزیکدان، و خب بله معتقدن، از اون طرف هم من اسم یک کشیش رو میخوام بیارم، یک کشیش بلژیکی. ما در واقع این که امروزه اعتقاد به این داریم که عالم ما از چیزی به اسم مهبانگ یا بیگ بنگ به وجود اومده، از آن لوماتر بلژیکی که کشیشی بود که توصیهش به پاپ این بود که من موقعی که کار علمی میکنم به هیچ وجه باورهای دینیم رو دخالت نمیدم، و به پاپ زمان خودش پیوس هم این در واقع راهنمایی رو کرده بود که بهتر هست که شما سعی نکنید مسائل علمی رو داخل دین بکنید و بالعکس. بنابراین ما برعکسش هم داریم. من خواهش میکنم آقای دکترم به زندگی لوماتر نگاهی بکنن، کشیش برجسته بلژیکی و یک کهانشناس بسیار معروف، در دهه 30 تا 50 کارهای او رو نگاه بکنن. به حال من چیزی که عذر میخوام صحبت قبل اینکه وقت برام خیلی کوتاه، یک دقیقه خورده بیشتر با پایین برام نمودم، میخوام نکته که گفتید حتما از آقای کدیور پاسخش بشنم. آقای کدیور گفتن خداوند معجزه‌گر میتونه در واقع اون تصور ناقض قوانین هستی باشه. خیلی کوتاه یک دقیقه فرصت دارین، پاسخ شما چه؟ ببینید، اون هیچ کدوم این درصدهایی که ذکر کردند منکر اون خدای رخنه‌پوش یا خدای ساعت ساز هستن که من به اون مشکلی ندارم، اما همچون درصدی در مورد خدای عالم توانای خیر مطلقی که در ادیان ابراهیمی هستند، من معتقد نیستم همچون درصدی وجود داشته باشه. به علاوه بحث اصلی ما اعجاز نیست، اعجاز نسبت به بیننده و شنونده دوران خودش بوده، نه نفی قانون طبیعی. هم در میان مسیحیان هم در میان مسلمانان
کتب فراوانی نوشته شده که اعجاز رو به همین شکلی که من عرض کردم تفسیر کردن، یعنی نفی قانون طبیعی نمی شود. این قانون های طبیعی همه سنن الهی هستند، توسط خدا در طبیعت نهاده شده اند و معجزه نفی قانون طبیعی محسوب نمیشه. به علاوه من نکته رو، آخرین نکتم رو عرض میکنم، از پدر اخترشناسی مدرن آلن ساندیج که ایشون ذکر کرده که اطمینان دارم که این نظم موجود در جهان اتفاقی حاصل نشده، قاعده یک طراحی مهم بوده، من اون رو خدا مینامم و بنابراین این رازی که به عنوان خدا هست از جانب حتی دانشمندان هم میتونه به عنوان تفسیر علمی جهان محسوب بشه. من با گفته اون کشیش هم هیچ مشکلی ندارم. من هم مثل اون معتقد هستم مسائل دینی رو با مسائل علمی نباید خلط کرد. سپاسگزارم از شما آقای کدیور. آقای نگری، از هر دوی شما تشکر میکنم. حتما این بحث رو باهاتون دنبال خواهیم کرد، به ویژه بحث اعتقاد به بهشت و آخرت و اینکه به چه دلیل چنین باورهایی وجود دارد. از آقای بهرام مشیری هم سپاسگزارم.